بسیاری از خبرها اومده بود که خانواده کشته شدگان یا بازداشتی ها در بلا تکلیفی به سر میبرند و هیچ کس پاسخگوی اونها نیست. در همین زمینه تعدادی از خانواده های بازداشت شدگان در آبدانان در برابر دادسرای این شهر تجمع کرده بودند که گفته شده با دخالت نیروی انتظامی این تجمع به خشونت کشیده شده. طبق تصاویر منتشر شده این تحصن تا پاسی از شب هم ادامه داشته و برخی از خانواده ها در برابر دادسرای این شهر شب رو به صبح رسوندند. اعتراضات در روز شنبه در دانشگاه های ایران هم مجدداً آغاز شد، اما گسترده ترین اونها دانشگاه خوارزمی کرج بود که دانشجویان ضمن ابراز اعتراض به کیفیت غذای سلف سرویس خواستار استعفای معاون آموزشی دانشگاه شدند. در 10 روز گذشته صدها تن از دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، صنعتی عراق، علامه تهران و خوارزمی کرج پس از صرف غذای دانشگاه دچار مسمومیت شدند. این تعداد مسمومیت در مدت زمان کوتاه بحث عمدی بودن اون رو مطرح کرده و بسیاری از فعالان دانشجویی معتقد هستند این روشیه که حکومت در تلاش هست تا صدای دانشجویان رو ساکت کنه یا محور انتقادهای اونها رو به جای اعتراض عمومی به مسائل صنفی تغییر بده. از این رو در فضای جامعه تحت عنوان مسمومیت زنجیره‌ای به این موضوع اشاره میشه. اما در کنار این اعتراضات و تحصن، تجمع در دیگر دانشگاه‌ها هم در جریان بود. در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز با وجود سرکوب و تهدید، دانشجویان عکس‌های همکلاسی‌های دستگیر شده خودشون رو بر دیوار نصب کردند و برخی از دانشجویان با حاضر نشدن بر سر کلاس‌ها و با شعارنویسی خواهان آزادی اونها شدند. در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هم دانشجویان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی در یک تحصن سکوت اعتراض خودشون رو به جو و شدیداً امنیتی در دانشگاه نشون دادن. روی برخی از پلاکارت‌ها نوشته شده بود چطور میشه اعتراض کرد که اقدام علیه امنیت ملی نباشه. دانشگاه لاهیجان هم با منتشر کردن بیانیه ضمن محکوم کردن کشتار مردم در بلوچستان و کردستان از پیوستن به اعتراضات و اعتصاب‌ها در روزهای آینده خبر داد. طبق تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، حراست دانشگاه علم و صنعت برای جلوگیری از تحصن دانشجویان در محیط دانشگاه بر روی سکوها روغن ریخته بود. در دانشگاه فنی دانشگاه تهران هم دانشجویان اعتراضات خود رو بر روی درختان، بر روی کاغذهایی نوشتن و بر روی درختان در واقع به نمایش گذاشتن. از ابتدای اعتراضات اینترنت در ایران با اختلال یا قطعی همراه بوده، اما گزارش‌های تخصصی از حوزه اینترنت در ایران از افزایش شدید اختلال اینترنت درون شهری و بین شهری در هفته گذشته خبر میده. یک شرکت فعال در زمینه خدمات ابری از بروز مکرر اختلالات در ساعاتی از روز به دلیل اعمال تغییرات بر روی زیرساخت‌های اینترنتی خبر داده. پیشتر گزارش‌هایی نسبت به آماده شدن جمهوری اسلامی برای اجرا و راه‌اندازی اینترنت ملی منتشر شده بود، اما با همه این فشارها نسل جوان قصد نداره از خواسته های خودش دست برداره. شنبه تصویری از دختران دانش آموز سنندجی منتشر شد که در کنار خیابان کردی می‌رقصیدند و شعار آزادی سر می‌دادند. این بخش رو با این ویدیو به پایان می‌برم.